موقف با گوگوش و با اریک و با این بچه ها شروع کرده بود. فصل خوبی هم تو زندگی کارش داشت. سعید دبیری که همسر دوست عزیز و نظریمون بتیه که بهش هم سلام میکنم و از اینجا تو کانادا، خلاصه یه کریم محمودی بود، خیلی ها بودن، من الان اسمم ببخشی بذاریم باید پای کهنسالی. اینهایی که با ما ها اومدن نگاه کنیم، این 7-8 تا، این 7-8 10 تا بین این 70 میلیون 7-8 10 نفری هستن که ترانه هاشون اندیشه هاشون رو ملت ایران با این صداها گوش میکنن. درسته. حالا این 7-8 10 15 نفر سقوط فقط اینان، فقط اینان، فقط اینان، فقط اینان، کسی دیگه نیست، کسی دیگه نیست. اگه بود اومده بود دیگه، یه نسل جدیدی مثلا همایون هوشیار نژاد، مسعود فردمنش، پاک سیما، این بچه های جوانی که اینجا آمدن، خب اینها تا رسیدن به اونجا مسیر 40 سال، اینا 50 سال، ما یه سری بچه بودیم 12-13 ساله، همه کار موزیک میکردیم. حالا یکی اومد شد فریدون فروغی که خواننده ارکستر ما بود، یکی شد سیاوش قمیشی، حالا هر کدوم، یکی شد شمعی زاده، یکی شد، هر کدوم این بچه ها موزیسینن، یعنی خواننده بودن اول، موزیشن بودن بعد خوندن. بعد اینایی که 7-8-10 تا بیشتر میسن، در شرایط کنونی اینا به دلیل عدم امنیت مالی در دوران مهاجرت، وقتی هم فوت میکنن یا جسدشون زمین میمونه، همینه که الان از اول جوش میزنیم، پول میدیم، میدویم بیان برن اون بالا، وایسن آخرش میشه اینجا که باید توی خونه جسدشون بمونه. یه کسی مثل شمس با اون زیباترین کارهایی که خونده، حالا من میشنوام البته در مورد بعضی از خواننده‌های داخل میهنمون که مردم به اینا افترا و اتهام میزنن، ولی این خواننده‌ها اونایی که در کنار مردمان، همیشه با مردمان، اونایی که کار دولتی مولتی یه موقع مثل امروز میکنن دیگه، اونا مردم حسبشون میکنن. حالا شما فکر کن این 7-8 نفر هستن که تولید کنندن، 7-8 تا خواننده هستن که جزء تیم ملی فوتبالن، داریوش، ایبی، گوگوش، اینایی که هستن اصل ما اومدن، اینایی که موندن رو جایگاهشون ثابت شد، رو هم دیگه 20 نفر 30 نفر. حالا شما فکر کن بگذار اون طرف یه ملت آسی، یه نسل آسی، یک نسلی پر از فریاد، یه نسلی پر از درد، آزادی خواه، تلاشگر، کوشا، کوشنده، بچه های با استعداد، میبینی که دارن تلاش میکنن. حالا این بخشش که مردمان و موسیقی زیرزمینی رو ول کن، اون بخشش که بخش دولتی و اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی و با تلویزیون ها و زده بندهای تلویزیون های لس آنجلس و خواننده ها، شما فکر کن ببین در ما 500 تا آهنگ از ایران ضبط میشه با ویدیو، با دی وی دی میفرستن بیرون. درسته، همینجوری هم هست. حالا شما چجوری میخوای بگی که اینها کمتر از اونها کار میکنن؟ اونها کار میکنن. ببین کار کردن باید مسئله من که میدونی درباره کار کردن چی بود. آیا امین عزیز شما بگید شما تا پارسال، تا 6 ماه پیش هر دو ماه یه بار اینجا کنسرت، درسته؟ از اندی عزیز بگیر، از بگیر، از همه همه بودن. الان چرا نیست؟ الان چرا نیست؟ برای اینکه سیاسیه. نه نه، اصلا اینجوری نیست. نه ببین، شما به سیاسی نمیخوره، حتما سیاسیه. شما لایه روین موضوع رو نگاه میکنی، لایه زیرینش اینی که میلیون ها دلار خرج میشه یک نیروی تازه رو بیارن تو بازار، این نیروی مؤثری که میتونه تاثیر در داخل ایران داشته باشه، به خصوص هنرمندان خلاق و مبارز و هنر معترض و این صدا قطع بشه و اینا فرسوده بشن و در آخرین روزهای زندگیشون در تلخی و تنهایی بمیرن، یک نفسی میاد، یک هنری میاد، یک حرفی میاد که شما میبینی صد تا آهنگ میاد، یکیش هم جز احساسات ملی مردم نیست، نه. که بذارن باش گریه کنن، عشق کنن، عاشقن، گوش کنن، دلشون خوشه گوش کنن، اینجوری نیست. دوست. حالا اونایی که میان از بین اونا هستن بچه های با استعدادی که میان، هستن تاقای تافته، تاق جدا بافتهی که طلوع میکنن، این همه استعداد جریان داره، هر نسلی برای خودش حرف خودشو داره، زبان درد و زبان بیان خودشو داره و وسیلهشو پیدا میکنه، مثل اون بچهای داخل ایران که وسیلهشو پیدا کردن. اینها با اونها نباید با هم دیگه یک جور بهشون نگاه کنیم. اینا رو که نگاه کنید، ده ها و صد ها ترانه در تاریخ موسیقی مردم میهن ما دارن که خود اون بچهایی که امروز اومدن خواننده ها با همین شعرها اول میخوندن. آینه ولی عقب موندن. آره ببین، عقب نموندن. کاری که اینها میکنن اونجا، من فکر میکنم تو داری بیشتر به کمیت، به تعداد اهمیت بده، به کیفیت اهمیت بده. 100 دونه آهنگ اونجا، 4 تاش ممکنه تو 10 سال بگیره، ولی الان نیست، 5 تاش بگیره الان، یعنی مثلا هر کی میاد آهنگش میگیره. نه ببینید، شما هر کیو که نمیتونید، شما حساب کنی روزی 10 تا خواننده
بچه داخل ایران اضافه میشه. ولی شما حساب کنی که ما هم اونجا به هر حال بچه ایران یه تیم ملی دارن برای خودشون، اون تیم ملی هر کاری که میکنه خوبه. مثلا شما کار رضا صادقی، رضا کار احسان خواجه امیری رو نمیتونیم بگیم بده. درسته. اینا بهترین های اون نسل هستن، کاری هم که دستشون برمیاد اونان. منتها برای عبور کردن از شهرت به فاز محبوبیت و فاز در واقع لجند شدن، این مراحل رو شما وقتی میتونی طی کنی با خونده هات. چی میخونه اصلا مهم نیست، چی میخونی، این ترانه، این حرف تو که با صدای زیبای یک خواننده بیان میشه با ملودی یک ملودی ساز در واقع زیبای آفرین، اینها اون خواننده رو بهش شخصیت میده، بهش اندازه میده تا کجا میتونه بره. خواننده میاد یا آهنگش میاد میگیره گل میکنه، صبح میاد شبم میره. اینا هفته نامه، مثلا هفته نامه، ماه نامه، سال نامه و تاریخ نامه از موسیقی. اینهایی که اینطور هستن تاریخ نامه های موسیقی ما هستن. اینا هنوز الگو هم برای اون بچه ها. ببین اینها دارن در واقع در سخت‌ترین شرایط امنیت زندگی داخلی و شرایط سنیشون دیگه، اونایی که الان میبینید خلق میکنن دیگه خیلی آدم های غیر متعارف و غیر عادی هستن، شاید بشه به راحتی گفت نابغن در کار خودشون. هنرمند امنیت و آسایش میخواد برای حرف زدنش، هنرمند آزادی میخواد، جامعه آزادی میخواد برای تولید کردن. هر تولیدی، هر موضوع احساسی یا مالی، از این بابت اینها سرمایه های ملی ما شدن. اونها میان گل میکنن، از بین اونها بهترین ها گلچین میشن. درست. میشن شاعرای ملی، شاعرای مردم، شاعرای موندگار، خواننده ها. چون اون شعرها رو خوندن، شعر این بچه های با استعداد امروز میهن ما رو و آهنگ این بچه های آهنگساز با استعداد و ارنجمانیست رو خوندن، اگر حرفی برای گفتن داشته باشن میان تا همیشه میرن. و اون خواننده به خاطر اون شعری که مردم دوست دارن و اون ملودی همراه با این شعر تو روزگار میمونه. ولی اون خواننده 500 تا آهنگ میخونه، چرا همش تو روزگار نمیمونه؟ همه اون چیزایی که میخونه غیر عادی است و حرف دل مردمه. به خصوص امروز هنر معترض و هنر درد و فریاد و فغان ملی ما، هنر مقاومت، و میبینی که چقدر عظما میشه که شما میبینی جایگزین نداره و نمیتونه الان پیدا کنی. مثلا شما فکر کن جایگزین یه آدم داریوش با ترانه‌های سیاسی که میخونه، شما جایگزین داری در ایران؟ یه ذره میمونیم نه، برای اینکه فضای گونه دیگه است، مسائل سیاسی گونه دیگه است. این بچه‌ای که امروز کار معترض میکنن، ما هم اون موقع که اومدیم 14 15 سالمون بود کار موزیک میکردیم، ارکستر داشتیم، بعد شعر میگفتیم، با گروهمون میخوندیم، بعد شروع کردیم حرفای معترض زدن. ما هم اون 19 20 سالگی هممون و هر کدوم از ما برای بچه هایی که موقع مشکل سیاسی داشتن، گرفتن ماها در اون فوان جوانیمون بوده که زندان نظام گذشته بودیم. بعد به خاطر همین اعتراض اعدامی این حکومت، من خودم بودم و اومدم هم زندانی اون حکومت، هم اعدامی این حکومت، فقط به خاطر اعتراضی که دارم، به خاطر درد آزادی که دارم، به خاطر اینکه دوست دارم این همه استعداد تو میهن من از جهان سرآمد استعدادهای عالم هم تو همین امریکا، هم اقتصادی، هم در واقع تخصصی شده با انواع تخصصهای مختلف. خب این بچه ها این قابلیت رو دارن که این گونه بشن. چیکار کنیم؟ باید مبارزه بکنیم برای آزادی، برای دموکراسی. باید اطلاع رسانی درست بکنیم. تیم بندی های این شهر جو جهنمی، اینجا خودت میدونی مافیا بازیه. اگه تو شهر یه جا اصلا شهر نافرشته ها چیه، شهر نمیدونم اسمشو باید چی گذاشت. اگر یه چیزی بگی که ماندگار شه، من ببین بذار بگم. ببین هر کس اینجا استعداد داره هستش میکنن، هر کس استعداد داره هستش میکنن، ترور شخصیتش میکنن، تحقیرش میکنن، یک کاری میکنن بره. اگر آدم زور غیر عادی داشته باشه، یعنی هیچ کی نتونه جلوشو بگیره چون خدا خواسته و خدا ازش حمایت میکنه، بمباردمان شخصیتش میکنن که این آدمو تحقیر کنن، هستش میکنن. درست. اگر آدم فکر بکنه من بهترین سقف استعدادم و ایمانم رو در راه کار درستی که خدا بهم استعداد داده خرج میکنم، اگر نشود حکمتی توش بوده که نشده، میخورم زمین، باز بلند میشم دوباره این کار رو میکنم. و وقتی این کار رو میکنی معلوم میشه که یه آدمی هستی که جوانان دانای دانش پذیر سزد گرنشینن بر جای پیر، هم اونهایی که اومدن، هم نسلی که از ما اومد،
هم شماهایی که امروز این کار میکنین، شما در راه آزادی دموکراسی نقد و تحلیل موسیقی امروز، شعر اونجا، شعر اینجا، چرا اون شعر امروز نمیتونه شعر سیاسی باشه؟ اگر میشه بیگه شکلی موسیقی متولد شده، رپ، که موسیقی دلمانی گوش میکنیم، حرفاش هم گوش میکنیم، در اون لحظه حرفا، ولی تموم که میشه آهنگ فراموش میکنیم. به خاطر اینا اسمش روزنامه است و خیلی هم خوبه که باشه. و من مطمئن هستم بچه های میهن من اگر با استعداد و با قابلیت هستن که این بخش از تاریخ موسیقی ما رو به قشنگترین شکل باغ گلای محمدی کاشون میذارن تو تاریخ بمونه. استاد یه سوال مختصر و مفید، چون میدونم اتاق فرمانم داره برنامه هست که دو سه دقیقه بشته وقت چیکار کنیم؟ خب که بینندگانی که دارن میان خیلی 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 هنرمندا دارن نگاه میکنن و چیکار کنیم؟ چیکار کنیم یه تکون بخوره؟ تلاش، استعداد، آگاهی. الان اینجا در همین جا، در همین جا، در همین لس آنجلس، همه بازی لس آنجلس رو باید به هم زد. این بازی اطلاعاتی و امنیتی، این تلویزیون ها همه سیاسی ان، همه وابستهن، یه جور اینجور، اونجور اینجور، حتی یه جوری میشه جو انقدر اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی میشه که اگر یه اتفاق مهم برای یکی از تلویزیون ها میفته هیچ کی راجع بهش حرف نمیزنه. راستی گفتم تلویزیون ها فردا از ساعت 5 و نیم بعد از ظهر، برای اولین باره که من یک گفتگو با زیا دوست عزیزم، خواننده ارکستر ما، و امروز به زیای آشنای شما، زیای آتابای، خواننده دیروز و فعال سیاسی و تراشگر و صاحب تلویزیون، برای اولین بار من و زیا تصمیم گرفتیم دیشب هم دیگر در کنسرت شهبانینا دیدیم، با هم البته با هم حرف میزنیم کم و زیاد، ولی زیاد رابطه گذشته رو نداریم، و از من خواست که من این کارو بکنم، قبول کردم. امروز زنگ زد و سکرتیرشون با من 5 نیم بعد از ظهر قرار گذاشتن فردا در تلویزیون NITV یا LATV اون برنامه رو هم نگاه کنین. حال اینه که وقتی میخوای نقد بکنی باید از این خط‌کشی‌ها عبور بکنی. درست. باید به کارت، به خدا، به باور، اون کاری که میکنی اگر درست باشه همه دنیا برات بزنن، آخرش به نفعت میشه. کار درست، استعدادت به خرج بده و در راه آزادی مردم و اطلاع موسیقی، موسیقی خرد و تفکر تلاش کن، کوشش کن، به جای پخش آهنگای عربی و هندی و افغانی، بچهای میهن ما، اون همه خودت میگی با استعداد داریم، این همه هم با استعداد اینجا داریم، بیاریم حرف بزنیم، نقد کنیم و مردم گوش کنن. آهنگای عربی و ترکی و خب امیدوارم که واقعا جوابتون رو گرفته باشین. حالا سعی میکنیم که یک برنامه کامل رو اختصاص بدیم به استاد. من دارم چون میرم مسافرت نیستم اینجا، برمیگردم که به حال برنامه پنجشنبه هم با نادر آخرین برنامه است که در تلویزیون با نادر عزیزم دارم میرم اروپا، دور اروپا شب شهر دارم، اولا میرم لندن، من دیگه 19 لندن هستم، بعد از اونجا اگر قرار بود که من روی ایر حرفی بزنم در خدمت همه بچه های این نسل هستم، به خصوص شما که تلاش میکنید و امیدوارم که ببین من خودم نوجوان بودم، سعی میکردن جلوی من خیلی بگیرن، خدا به من لطف کرده بود و من هم میخوردم زمین و از در میرفتم، از پنجره میمدم. همه آدم های کوشا و تلاشگر رو دوست دارم. آفرین به شما که از اونجا بیرونتون میکنن، از اینجا میرین، از اینجا میرین، منتها اینو تو هم با آگاهی و در واقع دل سپردن به خدا و انتشار معرفت بکنید تو جامعه، من بهتون قول میدم شما هر کدومتون برای خودتون میتونید یه سنگر آزادی خواهی باشین تو این شهر. درود بر استاد مسعود امینی، درود بر شما که تا به اینجا بیننده برنامه تاپ 5 از تلویزیون جهانی امید ایران بودید. امیدوارم که، آرزو میکنم که جوابهای خودتون رو گرفته باشید. آهنگ پخش کنی؟ یکی از آهنگاتون رو اتاق فرمان خانم آماده کردن. کدام؟ امید، مهداد، شوره، داریوش، سیمین، کدام رو؟ خلیج فارس یا شربت خانم؟ شربت خانم. سیمین خواننده ای که من معرفیش کردم به زودی، سیمین به عنوان یه پدیده به زودی با کارهای تازه، سیمین حرف دیگه میزنه و سیمین میخونه. بهت میگم به من نگو شربت خانم، بهت میگم به من نگو شربت خانم، شیرین خانم، شکر خانم، عسل خانم، غزل خانم، جعبه توت تر خانم، از هر که هر جو خوشگل خوبتر و مادر خانم. این ایناست که یک کتاب واقعا بهت میگم به من نگو شربت خانم، شیرین خانم، عسل خانم، غزل خانم، جعبه توت تر خانم، از هر که هر جو خوشگل خوبتر و مادر خانم، ترگل خانم، برگل خانم. بهت میگم عروسک کوچی میخواد، زن نمیخواد.
باغ پر از بهار و گل بیدار مثل من نمیخوای، کنیزک حلقه به گوش به خر و بخور به شور و به پوش، اگر میخوای کفن باید بندازی روش. گوش بکنیم به ترانه از مسعود امینی با صدای سیمین، آهنگ و تنظیم